سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به مجموع برنامه در دادگاه خوش اومدید در این برنامه به اسرار قتل خاموش در خیابان مهرآباد تهران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1392 و در تهران اتفاق افتاد در سری مجموعه در دادگاه ما به بررسی پرونده های جنجالی ایران و به دادگاه های اونها میپردازیم و پرونده رو از زمان وقوع قتل تا رأی نهایی دادگاه بررسی می کنیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. هفتم دی ماه سال 92 بود که این پرونده پیش روی پلیس پایتخت قرار گرفت. اون روز احمد از سر کار به خونش در خیابان مهرآباد جنوبی برگشت. سعی کرد رفتار خوبی با همسر ایرانیش داشته باشه. احمد عراقی بود. رفتارش طبیعی بود و شیرین اصلا به اون مشکوک نشد. احمد تا به خونه رسید کمی با همسرش صحبت کرد. احمد به شیرین گفت میخوام بهت هدیه بدم. اینو گفت و از همسرش خواست چشماشو ببنده. بعد از اون خودش چشمای شیرین رو با روسری بست تا وقتی چشماشو باز کرد با دیدن هدیه هیجان زده بشه. بعد از اون خواست اجازه بده دستاشو هم با تناب ببنده تا نتونه چشماشو باز کنه. شیرین منتظر بود دست ها و چشماش باز بشه و هدیش رو ببینه. اما چشماش هرگز باز نشد. احمد در حالی که چشما و دستان شیرین بسته بود ناگهان اونو با تناب خفه کرد. بعد از اون جسد همسرش رو داخل کارتون گذاشت و اونو به هاشیه نهر فیروز بهرام در جنوب تهران برد و دفن کرد تا راز جنایتش هرگز فاش نشه. مدتی از این جنایت گذشته بود که پدر و مادر شیرین در جریان گم شدن دخترشون قرار گرفتن. داماد عراقی اونها می گفت که نمیدونه شیرین کجا رفته و چه بلایی سرش اومده. و این در حالی بود که پدر و مادر شیرین به اون مشکوک بودن و از اونجا که مدتی بود از دخترشون خبر نداشتن حدس می زدن دامادشون همه ی حقیقت رو به اونها نگفته. برای همین پدر شیرین تصمیم گرفت شکایت کنه تا موضوع از طریق پلیس پیگیری بشه. اون با مراجعه به کلانتری به ماموران گفت دو سال پیش بود که دخترم با یه مرد عراقی ازدواج کرد. شیرین میگفت که احمد بهش علاقه مند شده و خودش هم عاشق احمد شده. برای همین با ازدواج اونها مخالفتی نکردم و شیرین و احمد زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. اما هنوز مدتی از ازدواجشون نگذشته بود که متوجه شدم اونا با هم اختلاف دارن. خیلی نگران بودم تا اینکه از چند روز پیش دخترم ناپدید شد. به خونشون میرفتم و احمد اصحاره بی اطلاعی می هیچ کس از دخترم خبر نداشت و تلفن همراهشم خاموش بود. چند روزی صبر کردم. تصور میکردم با احمد دعوا شده و به جایی دور رفته تا کمی آروم بشه. ولی هرچی منتظر موندم خبری ازش نشد. دیگه نگرانش شدم و تصمیم به شکایت گرفتم. با اعلام این شکایت بود که پلیس وارد ماجرا شد و تحقیقات خودشو در این باره آغاز کرد. تیم تجسس با پیگیری ها در تحقیقات محلی متوجه شدن شیرین و همسر عراقیش اختلاف شدیدی با هم داشتن به طوری که هر روز با هم دعوا میکردند. برای همین این مرد تحت بازجویی قرار گرفت. اون می گفت که نمی دونه چه بلایی سر همسرش اومده. مدعی بود که چند روز پیش وقتی به خونه برگشته از شیرین خبری نبوده و دیگه اونو ندیده. با این حال، مموران که مطمئن بودن وی دروغ میگه به بررسی های تخصصی پرداختن و در نهایت با به دست اومدن فیلمی که نشون میداد مرد عراقی همسرشو به قتل رسونده و پس از قرار دادن جسد اون در یک کارتون بزرگ اونو از خونه خارج کرده راز ناپدید شدن شیرین فاش شد. این مرد در بازجویی ها راز این جنایت رو فاش کرد و به مأموران گفت من یک کشور عراق هستم و 18 سال پیش به ایران اومدم. سه سال پیش بود که با شیری آشنا شدم. اون پرستار سالمندان بود و از وقتی دیدمش به شدت عاشقش شدم. با اینکه اون ایرانی بود و من عراقی بودم اما تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم. به شیرین پیشنهاد ازدواج دادم و اونم ادعا کرد که عاشق من شده. برای همین پیشنهادم و پذیرفت. خانوادش مخالف بودن اما شیرین در نهایت پدرش راضی کرد و زندگی مشترک ما شروع شد. اوایل اختلاف خاصی نداشتیم. اما از حدود یه سال قبل به شیرین مشکوک شدم. عط می اون به مرد دیگه ای علاقه داره. حتی ازش شکایت کردم ولی چون مدرکی نداشتم نتونستم محکومش کنم. در زندگی با اون خیلی عذاب کشیدم. برای همین تصمیم گرفتم اونو به قتل برسونم. اون شب وقتی به خونه برگشتم به همسرم گفتم برات هدیه ای خریدم اما میخوام چشاتو ببندی تا اونو بهت تقدیم کنم اونم چشمشو بست ولی گفتم برای محکم کاری خودم هم چشمات هم دستاتو میبندم تا اونو باز نکنی وقتی دست و چشمشو بستم با تناب خفش کردم و چند ضربه با میله آهنی بهش زدم بعد از جنایتم جسدشو تناب پیچ کردم و بعد آثار خون رو از بین بردم جسد تو کارتون تلویزیون گذاشتم و همراه دوستم به بیابون بردم. دوستم نمیدونست که داخل کارتون یه جسده. برای همین به من کمک کرد تا بیابونای نهر فیروز بهرام همراه من اومد. بعد از اون دوستم محل رو ترک کرد و همونجا جسد و دفن کردم. با اطرافات این مرد وی در مقابل قضات دادگاه کیفری ایستاد و در اونجا هم ادعا کرد که همسرش به اون خیانت میکرده و با دوست صمیمی خودش در ارتباط بوده. بنابراین قضات دادگاه هم با توجه به مدرک های موجود در پرونده را از حکم قصاص معاف و به ده سال زندان و پرداخت دیه محکوم کردن. این حکم به تایید قضات دیوان عالی کشور هم رسید و قطعی شد. اما احمد از زندان درخواست احسار رو مطرح کرد و گفت که توانایی پرداخت دیه مقتول رو نداره. این مرد در نامه ای برای قضات دادگاه کیفری استان نوشت که پولی برای پرداخت دیه نداره و خواستار تقصیت دیه شد. به این دلیل مرد جوان بار دیگه در مقابل قضات شعبه دومه دادگاه کیفری یک استان تهران ایستاد تا به درخواست اون رسیدگی بشه. حالا بریم به روز دادگاه. وقتی اغربه ها ساعت ده و صبح روز یکشنبه 24 مرداد رو نشون میداد، هیئت قضایی شعبه دوم دادگاه کیفری آغاز جلسه محاکمه را اعلام کردند. آنها قرار بود به درخواست مرد عراقی رسیدگی کنند که به خاطر قتل همسرش سه سال بود در زندان به سر می برد. این مرد که به پرداخت دیه محکوم شده و از داخل زندان درخواست تقصیت دیه را کرده بود حالا قرار بود برای بار دوم در دادگاه محاکمه بشه. وقتی جلسه رسمی اعلام شد نماینده دادستان بار دیگه کیفرخواست رو خوند. پس از اون پدر مختول به هیئت غذایی گفت من و همسرم برای دامادمون حکم قصاص میخواستیم. اما حالا که دادگاه اونو از قصاص معاف کرده و حکم به پرداخت دیه داده دیه رو یک جا میخواییم و اصلا حاضر به قبول تخصیت دیه نیستیم. بعد از صحبت پدر شیرین متهم در جایگاه ایستاد. اون درباره اتهامش به هیئت غذایی گفت من در ایران کسی رو ندارم که کمکم کنه تا دیه رو پرداخت کنم. از طرفی خودمم تو زندانم. برای همین تقاضای تخفیف مجازاتم رو دارم. بازی پرسید چند وقت به ایران اومدی؟ متهم گفت سال هفتاد برای کار به ایران اومدم و به عنوان نظافتچی تو مردم کار می کردم. چون شناسنامه نداشتم نتونستم ازدواجم رو با شیرین ثبت کنم. برای همین فقط اونو به عقد دائم درآوردم. قاضی پرسید چطور با شیرین آشنا شدی؟ متهم گفت از طریق دوستم با اون آشنا شدم تصور میکردم دختر خوبیه برای همین به خواستگاریش رفتم و باهاش ازدواج کردم اما چون بهش مشکوک شده بودم کشتمش قاضی پرسید چرا ازش جدا نشدی؟ متهم پاسخ داد میخواستم طلاقش بدم اما چون التماس کرد حرفی به خانوادش نزنم دلم براش سوخت. برای همین سکوت کردم و از اشتباهش گذشتم. بازی گفت از ماجرای قتل بگو. متن پاسخ داد اون روز به شدت عصبانی بودم. از قبل تصمیم خودم رو گرفته بودم تا شیرین رو به قتل برسونم. برای همین برای این کار نقشه ای کشیدم و ابزار مورد نیاز رو تهیه کردم. مثل تناب و کارتون تلویزیون تا بعد از جنایت جسد همسرم و داخل اون بذارم. شب حادثه وقتی از محل کارم به خونه برگشتم به شیرین گفتم براش یه هدیه خریدم و باید اجازه بده چشماش و دستاشو ببندم تا اونو بهش نشون بدم. اونم قبول کرد. به شیرین گفتم براش انگشتر خریدم. برای همین چشماشو با روسری و دستشو با تنابی که از قبل تهیه کرده بودم بستم. بعد از اون صدای تلویزیون رو زیاد کردم میخواستم اگه شیرین فریاد زد کسی صداشو نشنوه. بازم تو لحظه های آخر فکرهای خودم کردم و در نهایت با خودم گفتم زندگی در کنار این زن فایده ای نداره و اون باید تقاس تمام بدیاشو بده. برای همین با یه تناب اونو خفه کردم و با میله آهنی چند ضربه بهش زدم. اون غرق خون روی زمین افتاد و دیگه حرکتی نکرد. بعد از اون جسد شیرین و داخل کارتون تلویزیونی که از قبل تهیه کرده بودم گذاشتم. نمیدونستم باید چی کار کنم. یه شب با جسد همسرم تو خونه موندم. فردای اون شب با دوستم تماس گرفتم. اون وانت داشته و میتونست تو جابجایی جسد کمکم کنه. برای همین ازش خواستم که به خونه بیاد تا با هم کارتون تلویزیون رو به جایی ببریم. دوستمم بی خبر از همه جا اومد و در جابجایی کارتون کمکم کرد. ما به اسلام شهر رفتیم و در کنار نهر فیروز بهرام جسد شیرینو از خود رو خارج کردم. و دوستم گفتم دیگه میتونه بره. اونم در حالی که کنجکاف شده بود رفت. وقتی تنها شدم یه گودال اونجا کندم و جسد شیرینو تو همون گودال دفن کردم. قاضی پرسید چرا صحنه جنایت و کارتون پیچ کردن جسد همسرت فیلم گرفتی؟ متهم گفت خودم هم دلیلش رو نمیدونم. اونقدر از دست همسرم عصبانی و ناراحت بودم که میخواستم از صحنه کشته شدنش فیلم داشته باشم تا در آینده اونو تماشا کنم. فکر میکردم که با این کار میتونم آروم بشم. اما اینطور نشد. من اشتباه کردم. برای همین الان فقط از پدر و مادر شیرین میخوام منو ببخشن. بازی پرسید: نمیتونی دیگه رو پرداخت کنی؟ متهم پاسخ داد: من خیلی تنهام. کسی رو ندارم. تو زندانم که دستم به جایی بند نیست. برای همین اگه این دیه تقصیت نشه مجبورم سالای سال تو زندان بمونم چون قدرت پرداخت اونو ندارم. برای همین تصمیم گرفتم درخواست بدم تا شاید با تقصیت دیه موافقت بشه. من میتونم وقتی از زندان آزاد شدم کار کنم و دیه رو به صورت اقساط به خانواده همسرم پرداخت کنم. وقتی صحبت های متهم به پایان رسید خانواده مقتول بار دیگه اعلام کردن که حاضر به دریافت دیه به صورت اقساط نیستن. در نهایت، هیئت قضایی وارد شور شدن تا رأی نهایی درباره این پرونده رو صادر کنن. قضات هم طبق خواسته خانواده مقتول با درخواست تقسیط دیه مقتول مخالفت کردند. احمد تا زمانی که دیه شیرین رو به خانوادش پرداخت نکنه در زندان باقی میمونه. حالا یه سال. به نظر شما آیا حکم دادگاه در مورد معاف شدن قاتل از اعدام و قصاص منصفانه و درست بوده؟ برای بررسی اسرار جنایات وحشیانه و عجیب برادران میرلوهی در گلپایگان بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید